فرد و پس بده، تنهایی مرا بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم، شب گریه را کجا، دیگر تنها گریه عالم را میداند، از عشق دلتنگی هایش میماند، جا ماندی آه ای دل، ای موج بی ساحلی، دیگر تنها گریه عالم را میداند، از عشق دلتنگی هایش میماند، جا ماندی آه ای دل، ای موج بی ساحلی. من دیگه باید برم. ممنون که اومدی. خیر بشه. این ممکنه؟ نمیدونم، اما دلم میخواد که حرفاشو باور کنه. عزیز، علی عزیز نباید چیزی بدون و قلبش ناراحت تحمل نداره. هیچکی نگو، صبر کن، صبر کن تا مطمئنش. صبر میکنم، ممنونم کلرس، ممنون. طاهره، طاهره، طاهره اینجا چی کار میکنی؟ چی؟ چی گفتون عزیز؟ پرسیدم اینجا چی کار میکنی؟ هیچی، داشتم فکر میکردم، همین. اینقدر تو فکری که هرچی صدا زدم جواب منو ندادی. ببخشید، حواسم نبود. چیزی شده؟ چی شده؟ نه، چیزی نشده. از دست این بچه ها دیگه، یکی از شاگردام توی خونه با پدر مادرش مشکل پیدا کرده. میفهمی دیگه بچه ها این دوره آسیان. یه ذره فکرم مشغول اون بود. ندیده بودم وقتی فکرت مشغول بیای توی این اتاق. آره، خودم نمیدونم چرا اومدم اینجا. کارم داشته عزیز؟ شام سرد شد. چشم، من الان میام. داری میای در رو ببند، خاک نگیری. چشم. خب
حالا تب... نه نه جونم جونم کیک تو فوت کنه. بعد فوت کنه. خب بچه ها فوت کرد از من. یک دو سه تولدت مبارک. تولدت مبارک. تولدت مبارک. تولدت مبارک. تولدت مبارک. مبارک مبارک. تولدت خب بچه ها بیان جمع شد عکس بگیرم. چند عکس خوشگل میخوام بگیرم. نگاه به دوربین باشه. یک دو سه. خب یکی دیگه جا به جا شین. یه خورده جا به جا شین. سوگند رو جا به جا کنین. خوشگل. آفرین. یک دو سه. ممنون که اومدین. ممنون از شما که من رو دعوت کردی. چقدر سویان خوشحال شد شما رو دید. خیلی کار خوبی که این برش تولد گرفتین. آره خیلی بچه ها چجوری دوره هم لذت می بردن. بابت همه محبت شما به من، به سوگند، اگرچه می دونم این چیزا زحمات شما رو جبران نمی کنه. من که کاری نکردم. من فقط خواهش میکنم دست من رد نکنی. بفهم. امیدوارم دوست داشته باشی. ممنونم. اجازت. یاسمه خانم. یه مسئله دیگه هم هست باید بهتون بگم. بفرمایی. چیزی شده؟ نه چیزی نشده، فقط یکم گفتنش برام سخته. بخواستم ببینم اگه اجازه میدین هر وقت مناسب بود من بیام خدمت خانوادتون برای یه امر خیر. البته واقعا کو خوش گذشت. جات خالی بد نبود. چی سرده. ما بودانی قندیل بستم. کادو گرفتی؟ اکی؟ خودم خریدم. عطره؟ چند خریدی؟ میگم چند خریدی؟ نمیدونم همه. بوشه خوبه. عطر خریدی نمیدونی چقدر پول دادی؟ گیر نده هنه حوصله ندارم. حوصله نداری برای خودت عطر خریدی کادوش هم کردی؟ منم که آبادانی هم ساده. خب یه باره بگو کادو گرفتی دیگه. من که فضول نیستم بپرسم اکی. حالا اکی گرفتی؟ هنه چرا بعضی وقت بد پیله میکنی؟ آخه چه دلیل داره من به تو جواب پس بدم؟ اوی چه تا خواب دعوا نداریم. سوال پرسیدم بگو به تو چه. مبارکت باشه. نمیگفتیم خودم میفهمیدم کی به داده. آه
یه چیز دقت کردی؟ هر وقت چمنا حیات دانشگاه رو میزنن فرداش سلف قرمه سبزی میخورن. ما با هم نزن. من که دیگه نمیتونم تو سلف قرمه سبزی بخورم. علی من دیگه نمیخورم. من خیلی دوستم. نوش جونه تو بخور. آها بعد دیدیم فرداش هم کوکو سبزی میدم. من که خودم میدم. من میدم. نه یه دونه‌ای لوبیا رو توش خودم پیدا کردم میدم. تو خوابگاهی دیگه. دیدی پس فرداش سبزی پلو میدم. وای حدا هر وقت سر غذا هم کارو رو میکنم. بابا چی؟ خوب بخور. بذار گلومو پایین بره. من برمیگردم. غلط نکنم بین این دوتا یه چیزی هست. تشخیص میوکاردیت بسیار مشکله. معمولا بر اساس شواهد غیر مستقیم گذاشته میشه. چطور؟ مثلا نارسایی های حاد قلبی همراه با تب و یا تغییرات ناگهانی در نوار قلبی بیمار میتونن جزء این شواهد غیر مستقیم باشه و یا عوامل میکروبی، مسمومیت و بیماری های خود ایمنی، اینها میتونن باعث ایجاد میوکاردیت بشن. از دیگر عوامل میوکاردیت ویروس ها هستن که بسیار شایع، بسیار شایع و در هر سنی میتونه اتفاق بیفته. اما طیفی که بیشترین درگیری رو از نظر ویروسی با بیماری میوکاردیت دارن شیرخارا، نوزادان، کسایی که دوچار نقص ایمنی هستن، افرادی که دوچار نقص ایمنی هستن و مخصوصا مادران باردار بسیار در معرض این بیماری هستن. نمیخوای چیزی بگی؟ در مورد خودت به خریت بزن دیگه. ببین چی میگم. هنه یه ساعت مثل دعا کب داری مغزمو میکوبی. بسته دیگه. خب بگو راستشم بگو. تو که میدونی تا جواب من ندیم و بلیم میکنم. سروش مطلق ازم خواستگاری کرد. خب مومدم چجوری به مامانم بگم. یعنی چی؟ مونتی چجوری به مامان بگی؟ یعنی خودت جواب مثبت الان مشکل خاله تورانه؟ یعنی چی؟ تو مطمئنی هنو نگه داری خیال بافی میکنی؟ ای خیال بافی کدومه خاله؟ خودش بهم گفت ازش خواستگاری کرده، فقط نمیدونه چجوری به شما بگه. فرخونده راست میگه، رو که بدی آسرم باید بدی. حالا شده حکایت ما. من که بهتون گفته بودم این پسر یه خیالایی داره. البته اینم بگم خود یاسمن هم مقصره، انقدر به بچهش رسید که پسر پر رو شد، فکر باید خواستگاری کنه دیگه. به به آقا بزرگ چه سری صفا دادین. جریان این پسری چیه؟ هیچی ماما. یاسمن به من دروغ نگو، گفتم قضیه چیه؟ هیچی، اومد به من گفت اگه ممکنه بیجا کرده گفته. یاسمن خوب گوش کن ببین به چی میگم. از فردا با این پسر و بچهش هیچ کاری نداری، فهمیدی چی گفتم؟ شما الان خیلی عصبانی، بذاریم فردا با هم دیگه حرف. همین که گفتم هیچ حرفی هم نداریم با هم بزنیم. نمیخوام دیگه اسمشو تو این خونه بشنوم. ماما چرا انقدر عصبانی؟ یعنی تو نمیدونی مامانم واسه چی انقدر عصبانیه؟ چرا تو کاری که بهت ربط نداره دخالت میکنی؟ من دیدم تو موندی چجوری بهش بگفتم کارتو راحت کنم. کار منو راحت کنی یا سوسه بیای؟ گفتم دارم به حرفاش فکر میکنم، همین، مگه نگفتم؟ گفتی. خب از بیجا کردی رفتی به مامانم گفتی. هر من هر وقت به کمک تو احتیاج داشته باشم خودم بهت میگم. خود شیرین بازی در نیار.
ما اون حرفامون نصفه موند. فکر نمی کنم چیزی جا مونده باشه. میشه لطفا انقدر عصبانی نباشیم؟ با هم منطقی حرف بزنیم. این که بری با اون پسر و اون شرایط زندگیش ازدواج کنی منطقیه؟ کسی حرف ازدواج نزن. بعدم که مگه آدم از پسرامش خواستگاری کنه منطقیه؟ وقتی یه رو باید میگم زرگی دیدن شده شده باش. ببخشید ماما، من به خدا اصلا نمیفهمم برای چی اینقدر عصبانی و به هم ریخته ای. عصبی نباشم، یه سال نیستنش از دست داده، میخواد با این بچه بیاد خواستگاری تو. مگه تقصیر اون بوده که زنش مرده؟ نه، اما حداقل میتونست حرمت اون خدا بیامرز نگه داره. یه نگاه هم به شرط خودش مینداخت میفهمید باید این کارو بکنه. شما چیز بدی ازش دیدین؟ نه چیز بدی ندیدم، ولی معلومه حد خودشو نمیدونه. حد خودش یعنی چی؟ یعنی همشأن ما نیست؟ آقا جون، بلاش آقا جون، پاشید. نمیدونم چرا نمیفهمی. اون آقا جون عظیمه. اون آدمی که داداش اینقدر زنشو دوست داره، هنوز سالش تموم نشده میخواد زن بگیره. حالا یا اون ادعا رو بوده، یا این خواستگاری از رو مصلحته. مصلحت چی مامان؟ دنبال یه مادر واسه بچهشه. انتخاب خوبی هم کرده. ما من نمیفهمم چرا یه خواستگاری ساده رو پیچیده میکنی. من چند ساله این آدم رو میشناسم. شما هم دیدینش، میشناسینش. دیدین چجوری تا آخر لحظه پای زنش بایستاد. منم همینه گفتم. اون تو رو برای دایگی بچهش میخواد، نه برای خودت. قرار نیست اول زندگی بچه کسی دیگه رو بزرگ کنی. تو باید خودت مادر بشی. یاسم، من میدونم اون بچه گناهی نداره، اما مثل اون زیادن. تو مسئولشون نیستی. مامان نگفتم میخوام زنش بشم، گفتم دارم به حرفاش فکر میکنم. به چی فکر میکنی؟ به آدمی که معنی عشقو میفهمه. معنی از دست دادن رو خوب درک میکنه. میبینی آقا جون؟ من برای یاسمن هزار تا آرزو دارم. یعنی بذارم با یه مرد زن مرده ازدواج کنه؟ سلام خانم وحدت. سلام. بچه رو تحویل دادید؟ تشریف بیارید اتاق، من باهاتون کار دارم. بله. سلام. خودتون این مدت که تو این بیمارستان رفت آمد داشتید متوجه شدید که من خیلی گرفتارم. شما هم که باید به دانشگاه و کلاساتون برسید، پس بهتر بریم سر اصل مطلب. آقای مطلق، معنی این کارهای شما چیه؟ ببخشید خانم، من متوجه منظورتون نمیشم. میشه بیشتر توضیح بدین؟ منظور من کاملا واضح و روشنه. دارم راجع به خواستگاریتون از دخترم حرف میزنم. خانم، من خیلی محترمانه از دختر شما خواستگاری کردم. البته بله، اول باید با شما صحبت میکردم، اما فکر کردم اگر نظر دخترتون رو بدونم بهتره، تا اگه جوابشون منفی بود دیگه مزاحم شما نشم. آقای مصلح، آخرین بار رو همین صندلی نشسته بودید و برای همسر مرحومتون اشک می‌ریختید. هنوز صدای حقیق گریه‌تون تو گوشمه. چقدر از اون زمان گذشته؟ یه سال شده؟ لااقل حرمت اون مرحوم رو نگه دارید. ظاهراً محبت‌های من و دخترم به شما و بچه‌تون باعث سوء تفاهم شده.
من نمیگم شما و دخترتون حق داشتن خانواده رو ندارید. دختر شما حق داره که تو آغوش یه زن، یه مادر بزرگ شه. ولی اون زن دختر من نیست. بله بله، شما حق دارین. اما من منتظر جواب دخترتون یاسمن خانم میمونم. بهتره دیگه برید. کلاستون دیر میشه آقای مطلق. خدا نگهدار. لباس عروسی طاهره است؟ آره. فنانه کجاست؟ یه خورده جر و بحثمون شد، مثلا قهر کرده. این دفعه بوسی کی اندازه میکنی؟ دختر هاجر خانم. دفلک طاهره که این لباس نسه خودش شادی نیاورد، ولی چند نفر باش برستاد خونه ای بخت. اون بالاخره تکلیف من چیه؟ همون که گفتم. یعنی بهشون بگم مامانم گفته نیاین چون شما زنتون مرده و یه بچه دارین؟ لازم نیست تو چیزی بگی، خودم بهش گفتم. کی؟ وقتی اومده بود بیمارستان دنبال بچهش. ماما اون بچه رو دوست دارم. سروش مطلق آدم خوبیه، سالمه، سر به راه، اهل زندگیه. آدم تو زندگیش فقط یه بار عاشق میشه. برای من بعد از حامد بقیه مثل خواستگارن. حتی کسی رو انتخاب میکنم که آدم خوبی باشه. سروش آدم خوبیه، میفهمه دوست داشتن یعنی چی. ما فکر کن یه خواستگاره که نمیشناسیش، حق داره که بیاد حرفاشو بزنه. منم اونقدی حق دارم که به این خواستم احترام گذاشته بشه. باشه بیان، اما مثل هر خواستگار غریبه‌ای که ممکنه در این خونه رو بزنه هیچ معنی دیگه ای هم نداره. اگه دلخوری یا پیش بیاد حق نداری گله کنی. داداش بریم. چه خوب شدی؟ من همیشه خوشی دیپم. بله 100%. دختره گلم. گل چیه گل؟
میگیریم شیرینی؟ شیرینی بله خیالت راحت بشه شیرینی خوشمزه میخوام بگیرم سوگن خانم من چه خود آره. خوشگل شده میخوام بریم ددر ببینم نمیای بالا؟ نه نمیخوای اقلا یه لبخند بزنی؟ یا یه جمله امیدوار کننده به هم بگی؟ نه یاسمن چیه؟ اگه اشتباه کرده باشی یا با انتخابت گند زده باشی و یه روزی به گوشم برسه که پشیمونی اولین کسی که میخوابونه زیر گوشت منم وای همه دست درد نکنه چه خوشگله برم مبارکی باشه ناقابله انشالله خوشبخت بشی به سلامتی یعنی یاسمن نمیدونی مامانت که به هم گفت و از خوشحالی گریم گرفته بود چیه چرا مثل مصیبت زده ها میمونه چرا تو همی چیزی نیستم یه خورده استراب داری خب استراب که طبیعیه همه دارن ولی سب میکردی هادی و یوسف هم میمونن خوب بود توران ببین شاد اومد چی کار از دکتره انشالله میشه نیست چه داره اون وقت شما ها گذاشتیم بیاد خواستگاری زده به سرتون این دفعه رو باید موافقم اما چاره ای نداشتم یعنی چی چاره ای نداشتی اون مشوار خونده حالا ببریم تو بعدا دعوا هم نمیکنم من بیام اونجا چهار تا لیشار بارش میکنم و بهت گفته باشم روز که اتفاقی نیفتاده بیا بریم تو خاله تو چرا اینجا بایستدی این شایی رو بگی بیام چه اتفاقی نیفتاده پدر مادر تشریف نیاوردن؟ من عذرخواهی میکنم اما فکر کنم در جریان هستیم که بین من و خانوادم یک کدورت دیرینه ای است که رفع شدنی هم نیست هر دم از این باغ بری میرسد اما آقای مطلق درسته که این خواستگاری یا بهتر بگیم آشنایی با خواستگاری های دیگه فرق میکنه اما هر کاری قواعد خودشو داره
شما ازدواج دومتونه، بودن بزرگترها. شما درست میفرمایید، اما یاسمن خانم در جریان مشکلات خانوادگی من هستن. شما در جریانی؟ بله امی جون، در جریانم. خب خدا شکر، فقط ما در جریان نیستیم. کدورت با خانواده و بچه یه ساله. تو رو خدا اگه مطلب دیگه ای هست بفرمایی، راحت باشی. تشریف آوردین، قدمتون رو چشم. به احترام شما و یاسمن گفتیم بیایید بیشتر با هم آشنا بشیم، ولی برای گفتگوهای اصلی هم پدر مادر شما هم برادرای یاسمن باید باشن. من میدونم لیاقت یاسمن خانم شما خیلی بیشتر از این حرف هست که مراسم خواستگاریش بخواد اینجوری برگزار شه. چی بگم خانم، من شرمندم واقعا، اما در رابطه با خانواده باید بگم معذرت میخوام، عذر میخوام، چون از حالا تا آخر دنیا خواهرم سیمین تنها کسیه که من دارم. سیمین تنها پشتیبان من تو این زندگی بوده. من وضعیت شما رو درک میکنم، شاید هر خانواده دیگه ایم جای شما بود همین برخوردو میکرد. من بهتون حق میدم، اما باور کنید. ببخشید، با اجازتون من میرم. ببخشید، میام خدمتتون. از خودتون پذیرایی کنید. منوره جان، شما زحمت میکشین؟ چشم خودم. تا کی میخوای به این خیمه شب بازی ادامه بدی تو را؟ به روح احسان حال من از تو بدتره. حالت بده نشستی داری تماشا میکنی؟ چی کار کنم؟ چی کار کنی؟ بگو دخترم از سر را پیدا نکردم، تموم. نمیتونم. چرا نمیتونی؟ ببین منم این مجلس رو دوست ندارم، خوشم نمیاد، اما نمیتونم بگم مقصرشون زنت مرده و یه بچه رو دستت مونده. ای بنده خدا، تا بخوای به خودت بجنبی نشسته پای سفره عقل، بعدش هم یه بچه تو شکمش، تموم میشه. اگه خودش بخواد من نمیتونم به زور مانعش بشم. اقلا صبر کن هادی و یوسف بیاد. بابا مردم دختر ترشیده شون هم اینجوری شوهر نمیدن. مامان نمیاد تو، منتظر شمایی. یاسم تو سرت جایی خورده؟ میفهمی داری چی کار میکنی؟ عمه جون من 20 سالمه، شرعن و قانونن به سنی رسیدم که برای زندگی خودم تصمیم بگیرم. دلیلی هم نداره بخوام برای همه توضیح بدم. حالا میفهمم خدا آقا جونو چقدر دوست داشته، انقدر دوستش داشت که کاری کرد عذاب این روزا رو نکشه. نباید با عمت اینطوری حرف میزدی. مورد تاییدم، هرچی هم راجع به خودشون گفتن درسته. چرا نمیشینید بفهمید؟ چشم. مطالبی هم که راجع به برادرتون گفتن ما هم تو جریان، یعنی ایشون گفتن ما هم داریم بررسی میکنیم. حقیقت شرفایی که ایشون میزنه که به نظر دقیق و مستدل هم میاد ما رو هم به شک انداخته. شاید خبر شهادت برادرتون اشتباه بوده باشه، البته نمیتونیم راجبش به قطعیت نظر بدیم. بعد یه مقدار فرصت بدید تا بتونیم دقیق‌تر بررسی کنیم. پس یعنی شما هم حرف اون آقا رو تایید میکنی؟ یعنی حامد زنده است؟ نه خانم شریف، من همچه حرفی نزدم. من فقط میگم حرفای آقای مهدوی ما رو هم دچار تردید کرده. قبل از اینکه شما بیایید ما تحقیقاتمون رو شروع کردیم. البته کار ساده ای هم نیست. میدونید از اول جنگ تا الان اسیر بی‌نام‌ونشون کم نداشتیم. خیلی رو فکر میکردیم شهید شدن، ولی بعدم متوجه شدیم که تو اردوگاه مخفی عراق هم. امیدوارم که برادر شما هم یکی از اون اسرا باشه. اگه عزیز بفهمه، عزیز مادرمه، نمیدونم واقعا چجور باید بهش بگم از خوشحالی سکته نکنه. قصد فضولی ندارم، اما چیزی بهشون نگید فعلا بهتره. اجازه بدید خودمون مطمئن بشیم، سرنخی پیدا کنیم بعد.
میدونید خانم شریف، یه حسی بهم میگه برادرتون زنده است و اسیر شده. از وقتی آقای مهدوی اومدن اینجا و حرفشون رو زدن، یاد روزی افتادم که تازه خبر شهادت برادرتون اومده بود. یه دختر خانمی اومد اون روز با یه پلاک برادرتون، میگفت نامزد برادرتون، اونم میگفتش که حامد شریف زنده است. شاید هم من اشتباه کردم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. مشکل خیش برای پیر مقام بردم دوش، کو به تعییر نظر حل معما میکرد. دیدمش خورم و خندم، قدح باده به دست و در آن آینه صد گونه تماشا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. بز رو یادت میاد میگفتی بعضی وقت آدم ها مثل خر تو گل گیر میکنن؟ من الان دقیقا همون جوری هم. اصلا نمیدونم چی درسته چی غلط. آقا جون، دوست دارین امروز اینو بپوشین؟ قشنگه ها. جلو ماما اینا خودم رو از تک و تا نمیدازم، شما که بهتر میدونید. گیر کردم آقاشون، کاش با هم حرف میزدی، حواست جمع بود، اصلا دعوام میکردی. همین که میدونستم نگران همی، خودش آرومم. آقا جون، آقا جون، دلت هوای بیرون کرده؟ چرا اومدیم بیرون؟ آب گرم و حمام هم آماده است. حاجی جان ببریم. ببریم الان آب گرمه. میدونی که این روزا وزن نفتم خیلی خرابه، سرد بشه خدای ناکرده سر ما بخوره. بریم آجی جان. آخه الهی، گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلها